با درود به همه شما عزیزان علاقمندان به مباحث تفکر، در این جلسه به بحث پیرامون مسئولیت اخلاقی انسان در قبال باورهای خود می‌پردازم. با بررسی نظریه اخلاق باور که توسط ویلیام کلیفورد مطرح شد و همچنین نظریه اراده معطوف به باور که به وسیله ویلیام جیمز مطرح شد. امیدوارم از این بحث استفاده لازم رو ببرید و برای شما مفید باشه. در ابتدا باید به این مسئله توجه کنیم که تفاوتی اساسی بین نظر و باور وجود داره. ضرورت توجه به این تفاوت ما رو کمک میکنه تا ما بدانیم که چه ایده هایی در ذهن ما در سطح و اندازه نظر جلوه میکنند و کدام یک از ایده های ذهنی ما به سطح باورها کشانده میشوند. همچنین باید توجه داشته باشیم به تفاوت بین سلیقه و عقیده، که باز این هم مبحث مهمی هست. ببینید، به طور کلی انسان آمادگی داره نظر خودش رو با دریافت اطلاعات جدید عوض کنه، ولی معمولا ما آدم ها در مورد باورهای خودمان با کسی شوخی نداریم. پس می توان این تمایز رو قائل شد، این تفاوت رو قائل شد که نظر جایی هست که یک ایده ذهنی داریم که به راحتی با دریافت اطلاعات جدید این آمادگی در ما وجود داره که ما اونو عوض بکنیم. مثلا ممکنه شخصی در مورد فست فود نظری داشته باشه که با دریافت اطلاعات جدید، با گوش کردن به نظرات دیگران، به راحتی نظر خودش رو درباره فست فود عوض بکنه. ولی باور به این شکل نیست. انسان در مورد باورهای خود بیشتر حساسیت نشون میده و بیشتر به نوعی غیرت از خودش نشون میده. یه تمایز بعضی ها قائل شدن بین باور و عقیده از یک سو با سلیقه، و اومدن گفتن که بگیم باورها با استدلال عقلی شکل میگیرن. یعنی هرگاه که ما از طریق فکر و استدلال به یک ایده ذهنی رسیدیم، به این بگوییم باور. و جایی که مبنای ما استدلالی نباشه و بر اساس عواطف و احساساتمون باوری رو یا نظری رو قبول بکنیم، به این بگوییم سلیقه. که خب درست نیست. در این گفتار نشان میدهیم که بسیاری از آدمها باورهای خود را اتفاقاً به خاطر پرورش یافتن در یک محیط کسب میکنن. بیشتر هم اتفاقا مبنای عاطفی داره، هیجانی و احساسیه، تا اینکه پشتوانه عقلانی و استدلالی داشته باشه. این یه نکته. پس نمیتوان گفت که باور رو ضرورتا ما با استدلال عقلی به دست میاریم و سلیقمون رو بر اساس به قول معروف مبنای عاطفی و احساسی داره. نکته دیگری که باید بهش توجه کنیم این هستش که باور ضرورتاً معنوی یا مذهبی نیست. چون وقتی سخن از باور میشه، بعضی ها مستقیم میرن سراغ باورهای مذهبی. همون تمایزی که در اسلاید قبل قائل شدیم، اگر اونو قائل بشیم بهتره و بگیم که باور اون ایده های ذهنی هست که ما روش حساسیت داریم. حالا ممکنه مذهبی باشه، ممکنه مذهبی نباشه.
بنابراین افرادی که ضرورتاً خیلی آدمای مذهبی نیستند، این گونه نیست که باور نداشته باشند. اونها سیستم باورشون رو در مورد مسائل دیگر شکل میدن. ممکنه مثلا خیلی انسانهای وطن پرستی باشن و سیستم باورشون رو در مورد کشورشون ساخته باشن. یعنی اینکه اگر کسی بخواهد به مشاهیر کشورشون کوچکترین ایرادی بگیره، اینها عصبانی میشن، برافروخته میشن، به خاطر اینکه نسبت به اون باورهایی دارند که همانطور که عرض کردم ضرورتا نمیشه باهاشون درباره باورها شوخی کرد. پس بعضی ها ممکنه مثلا باورشون در مورد محیط زیست باشه، اصلا آدم های مذهبی نباشن. بنابراین باور صرفا موضوعی مذهبی نیست. اینکه بگوییم وقتی که صحبت از باورها میشه ما ضرورتا داریم درباره مسائل مذهبی و معنوی صحبت میکنیم، نه، چون این چیزی نیست. باید هر انسانی از خودش سوال بکنه که من کجا در مورد کدام ایده های ذهنیم حساسیت دارم و اگر کسی باهاشون مخالفت کنه منو ناراحت میکنه. اونجا سیستم باور یه شخص شکل میگیره که عرض کردم میتونه مذهبی باشه، میتونه باورها درباره وطن و میهن و اینها باشه، میتونه درباره یک ایدئولوژی مثلا مارکسیستی باشه، میتونه درباره محیط زیست باشه و هر چیز دیگری. مسئله ای که اینجا وجود داره اینه که چه موقع یک نظر به شکل یک باور در میاد، یعنی چه اتفاقی، چه فرایندهایی در ذهن انسان میتونه اتفاق بیفته که باعث بشه که یک فرد یک سری ایده های ذهنی رو به شکل باور در ذهن خودش داشته باشه. بحث پیرامون باور خیلی مهمه. چرا؟ به دلیل اینکه رشد فرهنگی هم یک فرد هم جامعه با تحول در سه زمینه محقق میشه. اگر جامعه ای، اگر کشوری میخواد رشد فرهنگی بکنه، لازمش اینه که در سه زمینه این رشد انجام بشه. یکیش باورهای مردمه، یکی احساسات افراد هست، احساسات و هیجاناتشون، و دیگری خواسته هاشون. به عبارتی میتونیم این گونه بگوییم که رشد فردی و فرهنگی جامعه در گرو یک، کنار گذاشتن باورهای کاذب و رسیدن به باورهای مستدل و صادق است. یعنی انسان باورهای درست و حسابی داشته باشه، حالا هم در زمینه رشد فردی و هم رشد فرهنگی جامعه این مسئله حائز اهمیت. دوم چیه؟ کنترل عواطف و احساسات مخرب و غیر منطقی. مسئله عواطف و احساسات و هیجانات به دلیل اینکه بیشتر فرایندی خودکار هست و به شکل اتوماتیک بر اساس فرایندهایی که در مغز انسان صورت میگیره، که حالا وارد بحثش نمیخوایم بشیم، تقریبا یک فرایند غیر ارادی هست در حالت دیفالت، و کسی موفق میشه که بتونه این فرایند اتوماتیک و غیر ارادی رو به کنترل خودش در بیاره. پس کنترل عواطف و احساسات مخرب و غیر منطقی، و سوم کنار گذاشتن امیدهای واهی و داشتن خواسته های معقول. رشد فردی و فرهنگی جامعه در گرو این هست که افرادش امیدهای واهی نداشته باشن، خواسته های منطقی و معقولی داشته باشن. خب یکی از سه بخش این موضوع رسید به بحث باورهای کاذب
نداشتن و باورهای مستدل و صادق داشتن که موضوع این درس گفتار ما هستش. مجددا سوال رو مطرح میکنیم، چرا باور اهمیت داره؟ به خاطر اینکه باور انسان خودش رو در رفتار و عمل او نشان میده. ما مبحثی در تفکر نقادانه داریم که ریچارد پال در بارش صحبت میکنه، Activated Knowledge, Activated Ignorance. ببینید چه انسان دانش و معلومات و مهارت و فضیلتی داشته باشه، اونو فعالش میکنه و در عمل و رفتار نشان میده، و اگر هم جهل و ناآگاهی و اینها باشه باز به مرحله عمل میرسه. خب پزشکی که در اتاق عمل بیماری رو جراحی میکنه و مثلا سرطانی رو جراحی میکنه و بیماری رو از این مشکل و از این گرفتاری نجات میده، میتونیم اینو یک مثالی برای Activated Knowledge بدونیم. و کسی که بر صورت دیگران اسید میپاشه، این هم مثالی هست از Activated Ignorance. انسان ها بر اساس افکار و عقایدشون تصمیم میگیرن. از این رو باورهای هر فرد دارای اثرات اجتماعیه. پس باور مهمه. پس باور اهمیت داره. چرا؟ به خاطر اینکه باور میاد خودشو در رفتار و عمل ما جلوه‌گر میکنه و دارای اثرات اجتماعیه. همیشه گفته میشه که عقیده و اندیشه آزاده. بله، حرف درستی هست. در زبان انگلیسی میگن everyone is entitled to their beliefs. ولی باید به این مسئله هم توجه داشته باشیم که در کنار اینکه هر کسی حق داره عقیده و اندیشه خودش رو داشته باشه و باید به آزادی اندیشه و فکر احترام بگذاریم، در کنارش هر فردی باید در برابر باورها و عقاید خود احساس مسئولیت اخلاقی کنه. یعنی مسئولیت اخلاقی ما کنار نمیره و همواره باید بهش فکر بکنه. ابن سینا میگه هر کس عادت کنه که بدون دلیل هر حرفی رو باور کنه از صورت انسانی خارجه. بنابراین ما باید برای باورهای خود دلایل متقن داشته باشیم. تفکر نقادانه به عنوان رشته‌ای که موضوع تفکر رو در انسان مورد مطالعه قرار میده، تلاشی هست در این جهت که باورهای ما پس از تحقیق و بررسی به دست بیاد. یعنی تفکر نقادانه میخواد کمک کنه که ما سیستم باور خودمون رو چکار بکنیم؟ پالایش بکنیم. اهل دلیل بودن، اهل برهان بودن در تفکر نقادانه گفته میشه هم عنصری مهارتی داره و هم خصلتی. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بنده دلیل و برهان باشیم هم باید یک ویژگی شخصیتی ما باشه و در کنار این باید مهارت لازم رو هم پیدا بکنیم تا بتوانیم درست استدلال بکنیم، دلایل درست بیاریم، و هر جا که دلایل ما، شواهد ما کاذب هست، نادرست هست، غیر منطقی هست، اونو متوجه بشیم. یا اگر دیگران دلایل نادرستی رو ارائه می کنن برای یک نظر یا باور، ما بتوانیم متوجه بشیم. پس صرفاً به این نیست که ما از نظر اخلاقی و شخصیتی آدمی باشیم که بگیم بله من اهل دلیل و برهان هستم. نه، باید مهارت‌های لازم رو هم در ما ایجاد بکنیم. اتکا به دلیل
تکیه به دلیل، confidence in reason. یکی از اصول اساسی در تفکر نقادانه یا critical thinking هست. خب ما در بخش فضیلت‌های فکری در این باره صحبت می‌کنیم. یعنی در مدلی که در این کانال خدمت شما ارائه می‌کنیم برای تفکر، برای مهارت تفکر، گفتیم که برای اینکه درست فکر بکنیم هم باید برخی ویژگی های اخلاقی رو در خود ایجاد کنیم که 14 ویژگی بود. یکی از اون 14 ویژگی همین confidence in reason بود، یعنی اهل دلیل و برهان بودن، تکیه به دلیل داشتن به عنوان یکی از 14 فضیلت فکری. پس یکی از ویژگی های اخلاقی باید این باشه، متفکر نقاد اهل دلیل و برهان است. همیشه درباره مزایای آموختن مهارت تفکر وقتی صحبت میکنیم، اولین بالاترین مزیتی که ازش صحبت میکنیم موضوع این جلسه ما هست، برخوردار شدن از باورهای مستدل و بدور از خرافات. یعنی وقتی که یک انسان میاد مهارت تفکر رو به عنوان اساسی ترین مهارت زندگی یاد میگیره، براش یه سری مزایا داره. یکیش اینه که باورهای درست و حسابی پیدا میکنه، دوم اینه که تصمیمهای آگاهانه و بهتری میگیره، سوم اینه که برای راه حلها، برای مشکلات و مسائلش میتونه راه حل‌های بهتر و خلاقانه تری پیدا بکنه، چهارم اینه که در قضاوت و داوری منصفانه تر رفتار میکنه، پنجم این که از نقش‌آفرینی احساسات مخرب جلوگیری میکنه، ششم اینه که میتونه برای یادگیری، برای آموختن استفاده مؤثری از ذهن خودش داشته باشه. چون انسانی که با تفکر مطلبی رو یاد میگیره به زودی دیگه فراموشش نمیشه و از اون یادگیری از نوع حفظ مطالب درسی فاصله میگیره. و آخریش هم اینه که این مهارت تفکر سبب میشه که ما مجموعه ای از فضیلت‌های اخلاقی در ما ایجاد بشه که همون 14 موردی بود که بهش اشاره کردم. آموزه های تفکر نقادانه تلاشیه در جهت اینکه ما استدلال اخلاقی رو در خودمون ایجاد کنیم، پرورش بدیم. Ethical reasoning. پس بحث تفکر همواره توأم با مسائل اخلاقی و ما باید به موضوع اخلاق باور توجه نشون بدیم. مسئولان اندیشی یا intellectual responsibility یعنی در نظر گرفتن تبعات و پیامدهای فکر و عمل خود. اگر ما این ویژگی ها رو در خود ایجاد کنیم، سوای از این که من چه باور و عقیده‌ای دارم، فکر بکنم که این باوری که دارم منو به کدام عرصه در مرحله عمل میکشونه، باعث میشه من چه رفتاری از خود در جامعه نشان بدهم. همیشه میگیم که یکی از ملاک‌های تشخیص این که یک سیستم باور خوب هست، انسانی هست، به درد بخور هست، اینه که شما ببینید باورمندان به اون سیستم فکری چه کمکی به بشریت میکنن، چه رفتاری با دیگر انسان‌ها دارن. بنابراین این میشه مسئولان اندیشی. یعنی بیایم ببینیم که این باورهایی که داریم چه تبعات و پیامدهایی در عمل داره. موضوع اخلاق باور یا The Ethics of Belief اولین بار توسط ویلیام کلیفورد در قرن 19 مطرح شد. مقاله نوشت
ایشون ریاضیدان و فیلسوف انگلیسی هست، مقاله نوشت با همین عنوان اخلاق باور و اونو در کانتمپرری ریویو منتشر کرد. کلیفورد چی میگه در این مقاله؟ میگه همواره همه جا و برای همه کس باور به امری بر مبنای شواهد ناکافی نادرسته. یعنی اگر ما برای باورهای خودمون دلایل و شواهد کافی نداشته باشیم، داشتن اون عقیده و باور یه کار غیر اخلاقیه. پس ببینید، ضمن این که گفته میشه آزادی اندیشه، آزادی فکر، در کنارش یک مسئولیت اخلاقی هم به انسان داده میشه که شما و من باید برای باورهامون شواهد کافی داشته باشیم، دلایل کافی داشته باشیم. پس کلیفورد به باور به عنوان یه موضوع اخلاقی نگاه میکنه و میگه همواره برای باور باید قرینه‌های کافی وجود داشته باشه و در غیر این صورت انسان اگر به مطلبی معتقد بشه کاری غیر اخلاقی کرده. کلیفورد برای اینکه نظریه خودش رو به سادگی هرچه تمامتر بیان کنه، میاد داستانی که برگرفته از تجربه زندگی خودش هست به این داستان میپردازه. یعنی مقاله خودش رو با یک داستان شروع میکنه. داستان از این قراره که مالک یک کشتی اقیانوس پیما در شرف فرستادن گروهی مهاجر با کشتی خود به سواحل دوردست بود. میدانست که کشتی قراضه و قدیمی شده و دیگه استحکام گذشته رو نداره و لازم هست که تعمیرات اساسی بر روش انجام بشه. با خودش فکر کرد که دیگه این کشتی بعد از این همه سال شاید نتواند در مواجهه با امواج سهمگین دریا مقاومت کند. خب، قرار هست که مسافرانی رو، مهاجرینی رو به سواحل دوردست بفرسته. حالا دچار تردید شده، تردیدهای جدی پیدا کرده که اصلا این کشتی بتونه این سفر دریایی رو پشت سر بگذاره. تردیدها و نگرانی هایی که پیدا کرد ذهن او را آشفته کرد. به هر حال وقت این رسیده بود که این کشتی تعمیر اساسی بشه و بعد از اون مردم رو سوار اون کنه و به سفرهای دور و دراز دریایی بفرسته. در میانه این تردیدها با خودش گفت تعمیرات اساسی الان هزینه هنگفتی خواهد داشت و من در وضعیتی نیستم که الان بتونم این هزینه ها رو بپردازم، پولشو نداشت. خب اینجا چیکار کرد؟ اینجا آمد اون تردیدهایی که پیدا کرده بود که این کشتی دیگه استحکام لازم رو نداره، این تردیدها رو سرکوب کرد. سعی کرد افکار منفی رو از ذهن خودش بزداید. ما مثلا خیلی هامون این کار رو میکنیم. وقتی که ملاحظاتی پیدا میکنیم، احتیاطی باید انجام بدیم، بعد که فکرشو میکنیم میبینیم به نفعمون نیست، سعی میکنیم با گفتن این که باید مثبت اندیشی کنیم و از این حرفها میاییم و به قول خودمون افکار منفی رو از ذهن خودمون دور میکنیم. این مالک کشتی هم همین کار کرد. گفت که همه ما باید به خدای مهربان که موجودات در کنف لطف او هستند اعتماد کنیم و با این باور که خدای مهربان این مردم رو در این سفر تنها نخواهد گذاشت، توکل کرد و کشتی رو به آب انداخت. به خودش قوت قلب داد که این کشتی بالاخره بارها به این گونه سفرها رفته و بازگشته و من نباید اجازه بدم این افکار منفی بیاد و ذهن منو آشفته کنه و خاطر منو پریشان.
با این باور خالصانه و تسلی بخش به خودش گفت که چگونه خدای مهربان این خانواده ها رو در امواج سهمگین دریا تنها و بی پناه خواهد گذاشت. خانواده هایی که از سر ناچاری مجبور به مهاجرت به دیاری دیگر شده بودند. با مرور این افکار در ذهن خود به آرامش رسید. ببینید این گونه افکار خطا و نادرست، باورهای کاذب این گونه در ذهن انسان نقش آفرینی می کنند. همین که این افکار رو در ذهن خودش مرور کرد به آرامش رسید و با دلی آرام و ضمیری امیدوار شاهد عزیمت کشتی به این سفر طولانی شد. وقتی چند روزی خبری نشد و کشتی به غرق اقیانوس رفت، بدون اینکه صداشو در بیاره رفت پول این بیمه رو گرفت و گذاشت توی جیبش. خب اینجا چه اتفاقی افتاد؟ باور یک فرد اثرات اجتماعی خودش رو نشان داد. جان انسان‌های اینجا از دست رفت به خاطر اینکه یک فرد آمد و تردیدهایی که داشت اونا رو سرکوب کرد، سعی کرد به شکلی خودش رو گول بزنه، به قول خودش به افکار منفی راه نده به ذهنش افکار منفی رو، و خلاصه به این طریق او در مقابل این اتفاقی که افتاد مسئولیت اخلاقی داره. در این داستان صاحب کشتی به راستی در مرگ همه این مسافران مقصره، زیرا هر چند خالصانه باور داشت که خداوند مردم رو در میان امواج تنها نخواهد گذاشت، بر مبنای قرینه ای که پیش رو داشت. قرینهش چی بود؟ همون کشتی قرازه. حق نداشت از نظر اخلاقی، حق نداشت چنین باوری داشته باشه. پس ما باید توجه کنیم ببینیم که این باورهایی که ما داریم چقدر دارای اثرات اجتماعی هستند. چرا اون چنین حقی رو نداشت؟ کلیفورد میگه به این دلیل که او باور خود را صادقانه بعد از تحقیق صبورانه به دست نیاورده بود. این باوری که پیدا کرد که این کشتی سالم خواهد رفت و باز خواهد گشت از طریق سرکوب تردیدهاش بود. تردید پیدا کرد، بعدا متوجه شد که حالا الان نمیتونه هزینه کنه، احتمالا وقت مناسبی هم نیست، و شروع کرد این تردیدهایی که پیدا کرده بود رو سرکوب کرد. کلیفورد میاد در مقاله خودش پایان این داستان رو عوض میکنه، ورژن دیگری رو مطرح میکنه که در آن کشتی به قعر دریا نمیره، سالم به مقصد میرسه. باز کلیفورد بحث میکنه که صاحب کشتی به خاطر داشتن باور بدون دلیل مقصره. یعنی میگه اگر نتیجه این داستان هم عوض بشه، باز از تقصیر این صاحب کشتی ذره ای کم نمیکنه، به دلیل اینکه او برای داشتن این باور دلایل کافی نداشت. عزیزان، باورهای غلط علت بسیاری از حوادث و تصمیم های نادرست و همواره در زندگی افراد نتایج زیانباری رو رقم میزن. افراد زیادی هستند با استناد مثلا به این شعر که گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. مثلا لاستیک های ماشینش مناسب نیست برای سفر، با خوندن این نوع اشعار چکار میکنه؟ همون کاری رو میکنه که صاحب این کشتی کرد. تردیدهای خودش رو سرکوب میکنه، خانواده رو سوار ماشین میکنه و به سفر میرن و بعدا براشون حادثه ای اتفاق میفته. یا مثلا کسی که باور داره هر آن کس که دندان دهد نان دهد. با این گونه باورها شما میبینید که
خانواده هایی باید در فقر زندگی بکنن، کودکانی با هزار عقده به جامعه تحویل داده میشن به خاطر اینکه والدین باورهای غلط و کاذبی داشتن. پس ببینید، باور در اینجوری نیست که صرفا در ذهن و مغز ما بمونه، میاد و خودش رو متجلی میکنه در زندگی ما، باعث یک نوع رفتارها میشه. ما یه تصمیمهایی با باورهای خودمون میگیریم. خب امروز چقدر شما کودک رو در آفریقا میبینید که اتفاقا همه دندانهای سالم و سفیدی دارن، ولی غذا برای خوردن ندارن. این تصورات، این باورهای نادرست سبب میشه که انسان تصمیمهای نادرست میگیره. هموطنان زیادی هستن که وقتی دلایل موجهی برای انجام کار خودشون ندارن، با گفتن توکل تو علی الله، به دلت مثلا بد راه نده، از این چیزها سعی میکنن تردیدهای خودشون رو چکار بکنن، سرکوب بکنن. داستانی که کلیفورد در ابتدای مقالش آورد واقعا گویای همه چیزه که ما باید مراقب این مسئله باشیم. جنبه دیگری از بحث باور و اعتقاد میره به اینجا، میپردازه که بهتر درجه باور و اعتقاد انسان متناسب با سطح معرفت و شناخت او باشه. آنتون چخوف جمله خیلی معروفی داره، میگه خطرناکترین آدم ها کسانی هستند که باورشون زیاده و فهمشون کم. باید این دوتا بالانس باشه، یعنی هر کسی از خودش سوال بکنه که من چند تا کتاب خوندم، چقدر تحقیق و پژوهش کردم، چقدر نظرات مخالف این باور خودم رو رفتم بررسی کردم. به میزان مطالعاتی که داریم، به میزان پژوهشی که انجام دادیم، تحقیقی که کردیم، وقتی که گذاشتیم درباره باورهامون جدیت داشته باشیم. دلیلی نداره که اگر این باور رو به صرف این که در فلان خانواده در فلان منطقه جغرافیایی ما پرورش پیدا کردیم و این باورها رو پیدا کردیم، بخوایم چیکار بکنیم؟ بخوایم اعتقاد خیلی راسخی به این گونه باورها داشته باشیم، چون ما این باورها رو از طریق تحقیق و بررسی به دست نیاوردیم. در مورد باور همیشه این مسئله مطرحه که میگن کسی که قبل از این که از معبر شک عبور کنه به یقین برسه، به یقین او میگیم جزمیت و تعصب. این اسمش یقین نیست. یقین زمانی که انسان تحقیق کنه، بررسی کنه و به یک نتیجه برسه. ده خدا جمله جالبی داره، میگه اینها شک نیاوردگان کرده یقین هستند. یعنی بدون اینکه از مسیر شک، از معبر شک عبور کنن، چیکار میکنن؟ به یک موضوعی یقین پیدا میکنن. این افراد جزمندیش میشن و انسان جزمندیش بسیار خطرناکه، همان حرف چخوف. چرا؟ چون انسانی که اینگونه بدون اینکه شک کرده باشه، بررسی کرده باشه و به یقین رسیده باشه، به موضوعی باور و عقیده پیدا بکنه، این نوع باور چون پشتوانه عقلی و استدلالی نداره، انسان رو به ورطه خشونت میکشونه. یعنی وقتی که باهاش مخالفت بشه، چون دلائل مستدلی نداره، چون شواهد خوبی نداره، چکار میکنه؟ سعی میکنه با خشونت ورزی اون ایده خودش رو حفظ بکنه. البته همیشه ملاک یک باور یا تصمیم عقلانی نباید نتیجه اون باشه. به این موضوع هم توجه کنید لطفا. در هنر تصمیم گیری که من خواهش میکنم اگر اون درس گفتار رو تا حالا ندیدید، حتما توی کانال هست، اونو هم ببینید.
در هنر تصمیم گیری مفصل این بحث رو توضیح دادیم که نباید ملاک درست بودن یک تصمیم صرفا نتیجهش باشه، چون افراد به شکل از روی عادت وقتی ازشون سوال میکنیم که خب کدام تصمیم های درست رو مثلا سال قبل گرفتید و کدام تصمیم های نادرست رو گرفتید، با خودشون فکر میکنن هر تصمیمی که نتیجه خوبی داشته میگن آره این تصمیم خوبی بود چون این نتیجه مثبت رو به بار آورد، و فلان تصمیم تصمیم بدی بود چون نتیجه بدی به دست آمد. صرفا بر اساس نتیجه نمیتوان گفت که تصمیمی درست یا نادرست. اخلاق باور اگرچه موضوعی بود که در قرن 19 برای اولین بار به کار گرفته شد، ولی سابقه طولانی داشته. همواره در فلسفه از زمان سقراط، افلاطون و ارسطو گرفته تا عقل گرایان قرن 17 چون دکارت و حتی تجربه گرایانی چون جان لاک به موضوع باور پرداختند. پس موضوع قدیمیه. مباحث فیلسوفان در حوزه اخلاق باور بیشتر حول مسئله شناخت، معرفت و اخلاق و اینکه باور تا چه اندازه در شکلگیری این امور موثره. بد نیست اشاره داشته باشیم به 4 رویکرد اصلی درباره مسئله اخلاق در سنت فکری غرب، چون هم آنچه که درباره کلیفورد میخوایم بگیم و هم آنچه که درباره نظریه ویلیام جیمز اراده معطوف باور میخوایم بگیم برگرفته از این نظریات اخلاقی هست. ببینید 4 سنت فکری درباره مسئله اخلاق، یکیش اخلاق فضیلت بنیاد ارسطوئه، دوم اخلاق مبتنی بر غایت گرایی هیوم و استوارت میل هست، سوم اخلاق مبتنی بر وظیفه گرایی کانت هست، و 4 اخلاق حق بنیاد که بر اساس حقوق بشر و به نوعی محصول مدرنیته شناخته میشه. من این 4 رو خیلی کوتاه توضیح میدم و بحثمون رو ادامه میدیم. اخلاق فضیلت بنیاد ارسطو اخلاقی هست مبنی بر مفاهیمی مثل فضیلت و منش. در اخلاق ارسطویی تاکید بر نقطه اعتدال هست بین افراد و تفرید، یعنی برای ویژگی های اخلاقی مثل مثلا تواضع فکری که ما در تفکر نقادانه اونو یکی از فضیلت های انسان متفکر میدونیم، گفته میشه اینو بهتر روی یک محور 0 تا 100 ببینیم. نقطه 0ش رو مثلا تکبر فکری ببینیم برای تواضع فکری، یک حد وسط طلایی داره، چون اخلاق ارسطویی بر اساس اعتداله، نقطه یک حد وسط طلایی رو در نظر میگیره، و اون سمتش یعنی اگر افراط بشه در زمینه تواضع فکری ممکنه انسان دچار سست عنصری بشه، یا مثلا شهامت فکری داشتن، اگر آدم اصلا شهامت فکری نداشته باشه به نقطه 0 برسه بهش میگیم بزدلی فکری، و اگر زیادی و به نوعی بیپروایی و کل شقی پیدا بکنیم در این زمینه، اونم امر مذمومی هست و گفته می شود که این شهامت فکری، تواضع فکری، اینها بر مبنای اعتدال بین دو نقطه افراط و تفرید هست. این نوع اخلاق رو اخلاق فضیلت بنیاد ارسطویی می دونیم. دومین سنتی که در فلسفه غرب وجود داره اخلاق مبتنی بر غایتگرایی هیوم و استوارت میل هست. اینا چی میگن؟ میگن عملی اخلاقیه که نتایج مثبتی داشته باشه، هم برای عمل کننده و هم برای دیگران. پس به نتیجه نگاه میکنن.
اگر نتیجهش مثبت بود برای خود ما و دیگران، اینجا گفته میشه که این عمل اخلاقیه. خب هیوم ریشه اخلاق رو دقت بکنید فرق میکنه با دیگر فلاسفه در این زمینه. هیوم ریشه اخلاق رو در احساسات و عواطف انسان میدونه، نه در عقل او، و این نکته خیلی مهمیه. خب اینجا سوال مطرحه همیشه که آیا ریشه اخلاق در احساسات و عواطف انسانه یا در عقل او؟ آیا کسانی که شقاوت میورزند و انسانهای بیگناه رو میکشند یا شکنجه میکنند، اینا مشکل عقلی دارن؟ عقلشون مشکل داره؟ یا عواطف و احساساتشون درست پرورش پیدا نکرده؟ اینجا باید به این موضوع فکر بشه. سوال دیگری که میشه مطرح کرد اینه که آیا اساساً عواطف و احساسات چیزی جدای از عقلانیت انسانه و اینها مراکز فرماندهی مجزایی دارن؟ خب ما میدونیم که مراکز فرماندهی مجزایی دارن. عواطف و احساسات در لیمبیک سیستم هستن مرکزشون، و عقلانیت و تفکر عقلانی و استدلالی در لوب پیشانی مغز هست. ولی مسئله اینه که اینها در ارتباط با همدیگه عمل میکنن، یعنی به شکل مستقل کار نمیکنن. بنابراین جدا دیدن این دو شاید درست نباشه. در مقابل هیوم که فکر میکنه اخلاق منشأی در احساسات و عواطف داره، سقراط و دکارت رو ما داریم که میگن نه، تشخیص خوب و بد در عقل ذاتی انسان. که اینجا هم باز این سوال مطرح میشه که آیا انسان اساساً عقل ذاتی داره یا نه. خب نمیخوایم زیاد حالا وارد مباحث ریز این چهار سنت بشیم، تا جایی که این چهارتا رو مطرح کنیم و به بحث ما که اخلاق باور هست مربوط بشه بیشتر به اون بخش بپردازیم. اخلاق مبتنی بر وظیفه گرایی بیشتر اخلاق کانتی هست که خب خیلی معروفه. به نظر کانت ملاک اخلاقی بودن عمل انگیزه است و نه نتیجه. خب ملاک اخلاقی بودن انگیزه هست و نه نتیجه. خب کسی که اخلاق کانتی داره هیچ وقت نمیتونه دروغ بگه، یعنی دروغ مصلحت آمیز که مثلا سعدی ازش تعریف و تمجید میکنه. برای کسانی که اخلاق کانتی پیدا میکنن هرگز مورد قبول نیست. خب اینجا یک مقدار گرفتاری پیش میاد. مثلا اگر دو سه تا آدم مثلا بیگناه به شما پناه آورده شد باشند و در جایی در خانه شما یا در جای دیگه مخفی شده باشند، و افرادی مثلا نازی ها، افرادی ظالم بیان و بخوان به قصد اینکه اینها رو پیدا بکنن و بکشن و از شما سوال کنن که شما میدونید اینا کجا هستن، طبق اخلاق کانتی شما نمیتونی دروغ بگی و راستشو بگی، و این راست گفتن شما نتیجهش این میشه که چند تا آدم بیگناه کشته میشن. پس به صرف اخلاق کانتی نمیشه مسئله رو دید. برای مسلمانان هم یک روایتی از پیامبر اسلام وجود داره که میگه انما الاعمال بالنیات. اونا هم ارزش هر عملی رو به نیتش میدونن، میگن اگر شما نیتت خوب باشه، روزی که مثلا روز جزا هست به نیت افراد نگاه میکنن. اگر شما نیتت خوب بوده حالا نتیجه هم بد شده، زیاد شما رو مقصر نخواهند دانست. خب این یک سنت اخلاقی است، اخلاق مبتنی بر وظیفه گرایی، که در اون بیشتر از اینکه نتیجه مهم باشه انگیزه افراد اهمیت پیدا میکنه. چهارم اخلاق حق بنیاده که
به حقوق بشر میرسه، محصول مدرنیته هست، اخلاق حق بنیاد بر حقوق انسان ها تاکید داره، هم حقوق طبیعی بشر مثل اینکه مثلا هر انسانی حق حیات داره و هم حقوق عرفی که مثلا حق مالکیت و این چیزها محصول عصر روشنگری و مدرنیته است. برمیگردیم به کلیفورد. کلیفورد نه به شرایط معرفت و چگونگی حصول آن و نه به بحث توجیه و یا شناخت، بلکه به مباحث اخلاقی پیرامون باور پرداخت. ببینید بحثش بحث فلسفی نیست، بیشتر از دریچه اخلاق به موضوع باورها نگاه کرد. نگاه او اینه که انسانها از لحاظ اخلاقی چه وظایفی در قبال باور کردن چیزی دارند، مسئولیت های ما در قبال باورهامون چی هست. موضوع بسیار بسیار مهمیه که هر یک از ما باید بهش واقعا به شکل جدی بیاندیشیم. پس بحث کلیفورد بیشتر از این که در حیطه معرفت شناسی باشه، بحث اخلاقیه. خب با بررسی نظریه کلیفورد ما میتونیم به ملاک اول دست پیدا کنیم. ببینید آنچه که من در این گفتار میخوام خدمت شما ارائه کنم این هست، و اینکه اون چهار سنت فکری غرب رو در مورد اخلاق مطرح کردم، اخلاق کانتی، اخلاقی که هیوم مطرح میکنه و دیگران، میخوام شما رو به این نتیجه برسونم که با هیچ کدام از اینها به شکل انفرادی به مقصد نمیرسیم، یعنی باید اینها رو به شکل یک مجموعه در بیاریم. در اینجا میخوام چهار تا ملاک انتخاب بکنیم، بر اساس این چهار تا میتونیم اون موقع به یک درک جامعه تری برسیم که چگونه باید باورهای ما در قبال باورهامون مسئولیت داریم از نظر اخلاقی، و چگونه باید این باورهای خودمون رو بسنجیم. ملاک اول با بررسی نظریه کلیفورد به دست میاد. ملاک اول چی باشه؟ ما باید برای باورها و عقاید خودمون شواهد و دلایل کافی داشته باشیم. خب پس داشتن شواهد و دلایل کافی باشه یکی از ملاک‌های ما. ولی مشکل اینجاست که همیشه نمیتوان با ملاک مورد نظر کلیفورد به سوال جواب بدیم. ما باید ملاک‌های دیگه هم داشته باشیم. به همین دلیل ویلیام جیمز آمد و نظریه خودش رو مطرح کرد تا نقایصی که در بحث کلیفورد پیدا شده بود اونا رو چکار بکنه؟ به نوعی جبران بکنه. نظریه ویلیام جیمز که خب میدونید فیلسوف پراگماتیست آمریکایی هست، با عنوان اراده معطوف به باور منتشر شد و این کتاب هم اومد ملازم مقاله کلیفورد شد و این دو اومدن سنگ محک بحث‌های بعدی شد. ویلیام جیمز چه نگاهی داشت؟ ویلیام جیمز معتقد بود که به جای بررسی باورها و شواهد باید نتایجشون رو مورد بررسی قرار بدیم. پس نتیجه گرا بود، مانند هیوم. اگر اعتقادات در تجربه زندگی کسانی که به آنها معتقدند تغییری ایجاد کند، اون موقع جیمز اونو دارای ارزش صدق میدونه. پس میگه که بریم به سراغ نتایج. چرا این حرفو میزنه؟ به دلیل اینکه ممکنه اگه بخوایم در بحث باورها و اینکه باور باید دلیل و شاهد داشته باشه بخوایم اونجا باقی بمانیم، و خیلی ها مثلا مراجعه میکنن به کتب مقدسشون و میگن این بهترین دلیل برای من، سخن من، حرف خداست مثلا، و بهترین شاهده، بهترین دلیله، و گرفتار بحث های فلسفی میشیم گاهی اوقات، به نتیجه نمیرسیم. برای اینکه این گره باز بشه ویلیام جیمز اومد گفت منشأ حقیقت در سودمند بودنشه. در کتاب اراده معطوف به باور به این موضوع اشاره کرد. چی گفت؟ گفت در مواردی که ما دلیل عقلی معتبر
یا شواهد تجربی کافی. ببینید وقتی میگیم دلیل، هر چیزی که نمیتونه دلیل باشه. اگر صحبت از دلیل یا ریزن میشه، باید از نظر عقلانی معتبر باشه، یعنی اینو در هر جامعه ای برای هر کسی که بگی قبول کنه به عنوان یک دلیل عقلانی. یا شواهد تجربی بذارید جلوش و با شواهد تجربی که باز برای هر انسانی در هر جامعه قابل قبول باشه. خب پس استناد به کتاب مقدس نمیتونه دلیل عقلی معتبر تلقی بشه یا شواهد تجربی کافی باشه، چون کسی که این باور مذهبی رو نداشته باشه اینا رو قبول نمیکنه. باید به این موضوع توجه کنه. خب ویلیام جیمز برای که مشکل رو حل کنه میگه ما توی این دلایل عقلی معتبر و شواهد تجربی کافی گرفتار میشیم. بهتره که بیایم به نتایجش رو نگاه کنیم، ببینیم که داشتن اعتقاد چه نتایجی برای ما داره و اون نتایجش رو یا نتایجش رو ببینیم یا پیش بینی کنیم. و هر جا که نتایج رضایت بخش تر بود، ما اون باور رو دارای ارزش صدق بدانیم. پس ببینید رفت سراغ چیزی که قابل لمس بود. پس در نظریه جیمز صدق یا حقیقت با سودمندی کاملا با یکدیگر آمیخته شدن و به همین دلیل او به چیزی به نام صدق یا حقیقت مطلق اعتقادی نداشت. بر اساس آرای ویلیام جیمز و فلسفه پراگماتیستیش، حقیقت به چیزی اطلاق میشه که سودمند یا عملی باشه. پس اگر چیزی سودمند نباشه نمیتونه حقیقت داشته باشه. خب اینجا با بررسی آراء ویلیام جیمز ما به ملاک دوم دست پیدا میکنیم. ملاک اول چی بود؟ ملاک اول رو از مقاله کلیفورد گرفتیم. گفتیم هر کسی برای باورهای خود باید شواهد و دلائل داشته باشه. شواهد تجربی، دلائل عقلی. ملاک دوم که بر اساس نظریه ویلیام جیمز به دست میاد، توجه به اثرات و نتایج قبول یک باور داره. خب من اگر این باور رو قبول کنم چه تأثیری میگذاره؟ منو به چه افکار دیگری، به چه رفتارهایی رهنمون میکنه؟ پس از آنجا که با تأثیب ملاک اول ممکنه ما درگیر بحث‌های فلسفی بیهوده بشیم، این بحث دوم خیلی کاربردی هست و اثرات و نتایج رو بهتر و ملموس‌تر میشه دید. خب اینجا یه سوال مطرحه که آیا اساساً باورهای آدمی در اختیارش هستند یا نه؟ ببینید اگر شما بیشتر به سمت هیوم برید، چون هیوم منشأ اخلاق رو در هیجانات و احساسات انسان میدونه و اونها فرایندهای بیشتر غیر ارادی هستند، در کنترل بشر نیستند، که در جای خود میشه بحث کرد که چرا. اینجا چیه؟ اینجا این بحث مطرح میشه. خب اگه باورها از اونجا نشأت میگیرن، اساساً بحثی که ما میکنیم خیلی بحث معقولی میتونه نباشه و اینها اصلا معاف از ارزش گذاری اخلاقی هستن، چون در اراده انسان نیستن. ادعی بر این باورند که باورهای ما غیر ارادی هستن، در اختیار ما نیستن. در مقابل ادعی دیگه میگن نه، اراده بر باور یا اراده گروی اعتقادی معتقدن. یعنی معتقدن که نخیر، ما اراده ما در داشتن یک باور، در قبول یک باور و در عمل به یک باور نقش داره. اینجا نظر کلیفورد اینه که نخیر، ما باور آوری رو اساساً کلیفورد نوعی عمل ارادی میدونه. البته نه به آن معنا که تمام عمل باور آوری صرفاً ارادیه، بلکه میگه که اراده درش دخیله. انسان میتونه به صورت ارادی کاری کنه که جلوه های نامطلوب یه تصمیم در او کم بشه.
خب چرا کلیفورد اعتقاد پیدا کردن به موضوعی رو بدون داشتن شواهد کافی غیر اخلاقی میدونه؟ میگه که افراد انسانی عضوی از جامعه هستند و کوچکترین اعتقاد یا باور هر یک از افراد جامعه بر دیگر افرادش تاثیر میذاره. همونطوری که باور اون فردی که صاحب کشتی بود سبب شد که انسان‌های زیادی در آن سفر دریایی جان خودشون رو از دست بدن به خاطر باورهای کاذب یه شخص، پس باور موضوعیه که باید مورد توجه جدی ما قرار بگیره و باور هر فرد برای دیگران اهمیت پیدا می‌کنه. از دید کلیفورد باور آوردن بدون وجود شواهد و دلایل کافی منجر به پدید آمدن دو رذیلت زود باوری و ساده لوحی میشه و این زود باوری و ساده لوحی اینگونه نیست که فقط به خود شخص ضرر بزنه، بلکه در جامعه افراد رو دچار آسیب میکنه و اساساً کلیفورد به این موضوع هم توجه میکنه که افراد عادت میکنن بدون تحقیق و بررسی و آزمایش به موضوعی باور پیدا بکنن و این جامعه رو به قعر توحش فرو میبره. افرادی که باورهای خیلی قوی و شدید دارن بدون اینکه دو صفحه کتاب دربارش خونده باشن، همونطور که از آنتون چخوف گفتیم، افرادی رزل و خطرناک میشن. آدمی که باور خیلی قوی داره ولی فهم و درک پایینی. برای اینکه مثال بزنیم که چگونه میتونه این سیستم، این سبک باور آوری انسان رو زود باور بکنه، داستانی از توماس آکویناس براتون میگم. روزی در مجلس درسش، خب میدونید توماس آکویناس فیلسوف مسیحی قرن 13 بود، یکی از شاگرداش وارد شد و به مذاق و شوخی گفت استاد بیاین ببینید یه الاغی داره تو آسمون پرواز میکنه. آکویناس از جا برخاست، رفت تو حیاط. خب الاغی در آسمون در حال پرواز نبود. شاگرداش بهش خندیدن و یکی از این شاگردا پرسید استاد شما با این همه دانش و معلومات فلسفه درس ما به ما درس میدی، چطور این حرف مضحک رو باور کردی؟ و آکویناس در پاسخ گفت من میان این گزاره که الاغی در آسمان پرواز میکنه و این گزاره که یک طلبه میتونه دروغ بگه اولی رو پذیرفتم، چون باور نداشتم که یک طلبه بتونه دروغ بگه. ببینید این میشه آسیبی که به جامعه وارد میشه که کلیفورد به خوبی بهش اشاره میکنه. میگه جامعه ای که مردمش عادت بکنن بدون تحقیق و بررسی به موضوعی باور پیدا بکنن، آدمای ساده لوحی میشن و ما این ساده لوحی رو در جامعه خود میبینیم. افرادی که در یک سری رشته ها به مدارج بالایی رسیدن ولی در این حال بسیار افرادی ساده لوح هستند، به خاطر اینکه این عادت بد در جامعه اگر ایجاد بشه افراد رو ساده لوح میکنه. شخصی در حد آکویناس بین این دو گزاره که الاغی تو آسمان پرواز میکنه و اینکه یک طلبه دروغ بگه، چون باور داشت که طلبه دروغ نمیگه، حاضر شد که همچین حرف واقعا مزخرفی رو قبول بکنه. پس باید مراقب باشیم هر انسانی در هر سطحی از معلومات میتونه گرفتار این مسئله بشه. دو تا ملاک رو گفتیم، یکی این که شواهد داشته باشیم، دلایل داشته باشیم بر اساس نظریه کلیفورد، یکی این که به نتایج نگاه کنیم ببینید چه نتایجی به بار میاره و اون بحث ویلیام جیمز. سومین ملاکی که برای ارزیابی ارزش صدق باورها میتونیم داشته باشیم، ببینیم چگونه ما به این باور رسیدیم. خود باور رو بذاریم کنار و همون چیزی که عرض کردم،
آیا ما بررسی کردیم، مطالعه کردیم تا به این باور رسیدیم، یا صرفاً به خاطر اینکه مثلا در ایران یا در افغانستان یا در ژاپن، هر کسی هر جایی، چون در این محیط پرورش پیدا کردم، این باورها توسط محیط به من خورانده شد، به من داده شد، بدون اینکه من بررسی درستی انجام داده باشم، بدون اینکه باورهای رقیب رو مطالعه منصفانه کرده باشم. پس آنچه بیش از درستی یا نادرستی یه باور و اعتقاد اهمیت داره، نحوه کسب اونه. شما از خودتون سوال کنید، من از خودم سوال کنم، چقدر ما وقت گذاشتیم، چند تا کتاب خوندیم، چقدر نظرات مخالف با باور خودمون رو مورد بررسی و مطالعه جدی قرار دادیم. پس ملاک سوم میتونه این باشه. و یه سوالی هم همیشه مطرحه، بعضیا میگن اساسا ما اینقدر وقت نداریم، من اینقدر کار دارم که حالا بخوام برم درباره باورها مثلا بررسی کنم، 40 سال باید وقت زندگیمو بذارم که مثلا این باورهای من درسته یا نادرسته. ما 1000 تا کار داریم، زندگی رو چه کار بکنیم؟ خب حرفشون حرف درستیه. تنها چیزی که میشه گفت اینه که کلیفورد هم تو مقالش این موضوع رو داره، میگه به نسبتی که وقت گذاشتی و بررسی کردی و کتاب خوندی، به همون نسبت در اعتقادت راسخ باش. اگه وقت نداشتی، زندگی پرمشغله‌ای داری، 1000 تا کار داری، به همون نسبتی که وقت نگذاشتی، به همون نسبت در اینکه سفت و سخت به اون اعتقاد و باور بچسبی، یه مقدار تجدید نظر کن. پس کلیفورد میگه کسی که آدم پرمشغله ایه و وقت تحقیق و بررسی نداره، او هم از نظر اخلاقی نمیتونه اعتقاد راسخ به موضوعی پیدا بکنه. یک روش وجود داره که ما میتونیم ببینیم که افراد سطح فهم و درک و شعورشون چقدره که حالا باورهایی دارن و بر اساس اون باورها تصمیم میگیرن و کارهای انجام میدن. یک پیشنهاد اینه که اساسا ما یه پرسشنامه تهیه کنیم و بیایم از روی باورهای افراد به سطح شعورشون نمره بدیم. ببینید، یک کتاب خاویر کلمنت نوشت به نام بیشعوری، خیلی هم مورد توجه قرار گرفت. خب یه سری موارد رو توی اون کتاب ذکر کرد که مثلا آدمایی که این کارا رو میکنن بیشعورن، و میگفت که خیلی از این کارا رو من خودم انجام میدادم و اطلاعی نداشتم که مثلا اینها میتونن ملاکهایی برای بیشعوری انسان تلقی بشن. حالا برای اینکه سطح شعور رو بیایم بررسی بکنیم، چون بحثمون رسید به اینجا که ما بر اساس درک و فهم و شعورمون نسبت به باورهامون راسخ باشیم، میشه یه پرسشنامه تهیه کرد، مثلا تست های ترو فالس گذاشت داخل اون و یه سری جملات، یک سری گزاره ها رو گذاشت اونجا، ببینیم هر کسی کجای این دنیا ایستاده. مثلا میتونه جزء سوالاش این باشه که زمین مسطحه، یا مثلا جمهوری اسلامی در رسانه‌های خودش واقعیت رو میگه. اگه بعد از دیدن این همه دروغ کسی هنوز باور داره که اینا راست و حسینی در اخبارشون همه چیز رو واقعیت ها رو میگن، خب اینجا دیگه بحث با چنین فردی خیلی به نتیجه نمیرسه. یا مثلا یکی میگفت، کلیپی دیدم که یک آخوندی تعریف میکرد که من خودم با چشم خودم دیدم که مرغهای فریاد میزدن وای حسین کشته شد. خب اگه کسی اینو باور میکنه، اوکی، دیگه خیلی باهاش کاری نداشته باشی. یا مثلا کسی که باور داره پوتین انسان وارسته ایه، یا مثلا آدمایی هستن اعتقاد دارن واکسن کووید رو برای آلوده کردن انسانها درست کردن، و کسایی که این سطح از باورها رو دارن
دیگه میشه یه جورایی تست گرفت و به سطح آگاهیشون نمره داد به نوعی. البته گاهی مسئله باور نیست، منفعت انسان اقتضا میکنه باور و عقیده ای رو درست بدونه. ببینید، من این بحث رو از این نظر مطرح کردم که بعضی آدما به قول مولانا برو نمارده بر فتوای من نماز کنید، یعنی دیگه اصلا کلن بیخیال فهم و درک شدن، ولی همیشه به خاطر پایین بودن سطح شعورشون نیست. و من اینا رو به سه دسته تقسیم کردم، یکیشو در اسلاید قبلی گفتم، دوتاشو اینجا، و هر ستا رو اومدم در این اسلاید خلاصه کردم. کسانی که باورهای پوچ و خرافی دارن رو میشه به سه گروه تقسیم کرد. گروهی که سطح درک و شعور پایینی دارن، مثلا کسی که فکر میکنه زمین مسطح گرد نیست، کره زمین فلان، این تست میشه اصلا از این گرفت، سطح درک و شعورش رو سنجید. گروه دوم کسانی هستن که نه، سطح درک و شعورشون پایین نیست، منفعت میبرن از داشتن یک سری باورها و قبول یک سری عقاید، دارن منفعت میبرن، به پست و مقامی رسیدن، بهشون حقوقی داده میشه، خلاصه به نوعی منفعت میبرن از داشتن یک عقیده. براشون هم مهم نیست که این عقیده پوچ و خرافیه، میگن فعلا جیب ما رو پر میکنه، no problem. گروه سوم کسانی هستند که برای یک باور هزینه دادن. اگر انسان برای یک باوری هزینه داده باشه، پی ببره اون باور پوچ و خرافیه، اعصابش خرد میشه، بنابراین مقاومت میکنه و اون باورهای پوچ رو نگه میداره. مثلا کسی که عمر خودش رو تلف کرده، سالهای سال یه باوری داشته و با اون باورها زندگی کرده، شما به سادگی نمیتونی اینو مجاب بکنی که این باورها پوچن، اذیت میشه، میگه من عمر خودم رو تلف کردم. یا کسی که مثلا فرزند خودش رو، حالا بجا اونجا بحث عمر هست، اینجا کسی که مثلا برای یک باور و عقیده‌ای فرزند خودش رو داده باشه، او هم به نوعی هزینه داده و پای این هزینه میمونه و به سادگی نمیتونید شما با بحث‌های استدلالی و منطقی و این حرفا بیاید مجابش بکنید که این باور مثلا خرافیه. ملاک چهارم برای ارزیابی باورها میتونه پرسش درباره انگیزه انجام یک عمل باشه. ببینید، گاهی اوقات یک عمل خودش در ظاهر عمل درستیه، یعنی وقتی به طرف نگاه میکنی میبینی کار درستی داره انجام میده، ولی وقتی که از انگیزه او سوال میکنید، اونجا متوجه میشید داستان چیه. مثلا داستان معروفی که یه نفر وارد بیمارستان شد، دید هم رئیس بیمارستان داره طناب میزنه و هم یکی از بیماران بخش روان. رفت به رئیس بیمارستان گفت خب شما چرا طناب میزنید؟ گفت خب ورزش لازمه، من ورزش صبحگاهی میکنم و هر روز طناب میزنم. خب دلیل منطقی داشت، انگیزه‌ای که این کار رو انجام میداد انگیزه درستی بود. به اون بیمار بخش روان گفت شما برای چی تناب میزنید؟ گفت که برای اینکه کره زمین رو مثلا شارژ بکنم تا همچنان به گردش خودش ادامه بده. خب اینجا شما میبینید که دو نفر دارن یک کار درست رو انجام میدن ولی با انگیزه های کاملا متفاوت. این که ما از افراد بپرسیم که مثلا شما چرا به جبهه میرید؟ این سوال رفتن به جبهه در فیلم اخراجی ها بود، اگه خاطرتون باشه، سوالی که توی اون مسجد از این افرادی که میخواستن به جبهه برن میپرسید، میگفت انگیزه شما از رفتن چیه؟ و یکیشون خیلی با صراحت میگفت گرفتن مثلا اون چراغ و اون فلان و اینا. خب گاهی اوقات افراد به جبهه میرن ولی برای اینکه مثلا به پست و مقامی برسن، گاهی ممکنه افراد انگیزه های درستی داشته باشن. پرسش درباره انگیزه هم میتونه پرسش مهمی باشه و ملاکی رو در اختیار ما
قرار بده که باورهای یک شخص در کجای این مقیاس قرار میگیره. مثلا کسانی که افراد رو در خیابان معترضین میان تو خیابان تظاهرات میکنن، اینا رو کتک میزنن، میگه مثلا من برای حفظ اسلام این کار رو میکنم. خب این یه باور دیگه، و انگیزه هایی که این افراد دارن، پرسش درباره انگیزه ها میتونه به ما کمک بکنه. امیدوارم خسته نشده باشید از این بحث، از توجهتون سپاسگزارم. امیدوارم ما رو از نظرات ارزشمند خودتون بی بهره نذارید. در قسمت کامنت هر نظری که دارید برای ما بنویسید و در معرفی این کانال به دوستان و آشنایان خود هم خواهش میکنم که گوشا باشید. این بحث ها میتونه به بهتر شدن شرایط زندگی برای همه ما کمک بکنه. تا دیداری دیگر، بدرود.